اعتراض و اعتصاب در اسلام شهر، تاکستان، پیران شهر و آبادان. فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه به آزادی زندانی سیاسی محمد حبیبی. آغاز موج مهاجرت از تهران. کامیونداران اسلام شهر واقع در استان تهران روز شنبه بار دیگر در اعتراض به پایین بودن کرایه ها و گرانی قطعات یدکی و همچنین به پاسخ ماندن مطالباتشان دست به اعتصاب زدند و کامیون های خود را در پایانه و همچنین در خیابان ها متوقف کردند. در تاکستان کارگران اخراجی فارس میلنگ روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و سایر مطالبات مزدی خود مقابل این شرکت تجمع کردند. کشاورزان پیرانشهر روز شنبه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان دست به تجمع زدند و از ورود کامیون‌های حمل چغندر به کارخانه جلوگیری کردند. در آبادان کارگران و کارمندان شهرداری روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند و در مقابل شهرداری در این شهر تجمع کردند. سندیکاهای کارگری فرانسوی شامل CFTT، CGT، FSO، سولیدر و ONSA طی نامه‌ای خواهان آزادی زندانی سیاسی محمد حبیبی معلم زندانی شدند. در این نامه با اشاره به اینکه این معلم زندانی در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است، ولی فقیه ارتجاع را مسئول جان وی دانستند. سندیکاهای کارگری فرانسوی همچنین خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالان زن و مرد زندانی از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی و دیگر معلمان دربند شدند. دشخیمان خامنه‌ای صبح روز شنبه یک زندانی را در زندان زاهدان اعدام کردند. دشخیمان خامنه‌ای روز چهارشنبه این زندانی را که عارف ریگی نام داشت جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده بودند. در زندان زاهدان همچنین روز جمعه یک زندانی در اثر بیماری و عدم رسیدگی پزشکی دشخیمان زندان جان باخت. به اعتراف خبرگزاری حکومتی ایسنا، نوسانات ارزی، رشد قیمت مسکن و اجاره بها، پایین بودن کیفیت زندگی، آلودگی هوا و ترافیک باعث شده است 350 هزار تن طی 5 سال از تهران مهاجرت کنند. بنابر این گزارش بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد روند مهاجرت تشدید شده است و هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در تهران روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. در راستای تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی، دولت افغانستان ورود برخی از کالاها از جمله فولاد، سیمان، آهن‌آلات و میله‌گرد از ایران را ممنوع کرد. گمرک افغانستان با تعیین ضرب العجل چند روزه به تاجران این کشور اخطار داده است تا هرچه سریع‌تر نسبت به تصفیه حساب یا واردات کالاهایی که از قبل از ایران خریداری کردند اقدام کنند. در جریان طوفان سهمگین منکهوت در فیلیپین تاکنون دست کم 12 تن جان خود را از دست دادند. سرعت این ابر طوفان در برخی از نواحی به 330 کیلومتر بر ساعت رسیده است. طوفان منکهوت به تیرهای برق، درختان و منازل خسارت زده و جریان برق را در بسیاری از نواحی قطع کرده است. Thank you.